شما عزیزان، شب روزتون بخیر. به کانال خودتون دکتر سلامت در یوتیوب خیلی خوش اومدین. امروز قصد دارم برای شما توضیح بدم که چه موادی باعث تشدید جوش و آکنه روی پوست شما میشن. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید و اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک و سابسکرایب کردن ما رو فراموش نکنید. مورد اول، لبنیات. اگر از آن دست آدم هایی هستید که نمی توانید صبحتان را بدون یک لیوان شیر شروع کنید یا پنیرها خوردنی های مورد علاقه شما هستند، باید این خبر بعد را بشنوید که لبنیات برای پوست زیاد خوب نیست. در واقع می تواند علت اصلی جوش های شما باشد. محصولات لبنی حاوی انواعی از هورمون ها هستند که می توانند تولید چربی را تحریک کنند. هر چقدر بدن شما بیشتر چربی تولید کند، منافذ بیشتری از پوستتان بسته می شود و این یعنی ایجاد جوش های پوستی بیشتر. در کمال تعجب، شیر رقیق شده یعنی شیر کم چرب نسبت به شیر کامل یا دیگر محصولات لبنی مثل پنیر و ماست نقش بیشتری در تولید جوش دارد. اگر شما نمی توانید محصولات لبنی را به کل مصرف نکنید، لااقل شیر سویا یا بادام را جایگزین شیر معمولی کنید. مورد دوم، نمک پوست را پفدار می کند. نمک نمیتواند به طور مستقیم آکنه ایجاد کند، اما یکی دیگر از عوامل ناخوشایند پوستی یعنی پف کردگی را ایجاد میکند. نمک باعث باقی ماندن آب در پوست بعضی از افراد و در نتیجه ایجاد پف کردگی است. این پف کردگی ها به خصوص در قسمت هایی که پوست نازکتر است مثل اطراف چشم ها بیشتر مشهود است. اگر نمیتوانید نمک را از سفره خود حذف کنید، توصیه میشود اسیدهای چرب امگا 3 را به رژیم غذایی خود اضافه کنید. مورد سوم، شکر باعث می شود پیرتر به نظر برسید. غذاهایی با شیرینی بالا منجر به قندی شدن کلاژن در پوست می شوند که باعث سف شدن و پیر شدن پوست می شود. بنابراین هر وقت خواستی تصمیم بگیرید که یک چیز شیرین بخورید، علاوه بر نگرانی چاق شدن به فکر چین و چروک ها و پف کردگی نیز باشید. اگر به دنبال یک چیز شیرین هستید، به سراغ میوه هایی که شیرینی طبیعی دارن بروید. در این حال به یاد داشته باشید که میوه های حاوی آنتی اکسیدان فرآیند پیر شدن را کاهش می دهند. مورد چهارم، کربوهیدرات های تصفیه شده خطرناکند. چرا همیشه خوشمزه ترین غذاها بیشترین ضرر رو به ما میرسونن؟ برای مثال کربوهیدرات ها داریم در مورد پاستا و نان سفید و سیب زمینی حرف میزنیم. اصولا دو دسته کربوهیدرات وجود دارند، کربوهیدرات خوب و کربوهیدرات بد. کربوهیدرات های بد آنهایی هستند که شاخص های گلیسمیک بالایی دارند و بهتر است هرچه بیشتر از آنها دوری کنید. این شاخص ها باعث افزایش میزان گلوکوز خون می شوند و بدن را مجبور می کنند که برای جذب این میزان گلوکوز انسولین بیشتری را ترشح کنند. انسولین بیشتر یعنی التهاب بیشتر و احتمال تحریک پوست برای آکنه های بیشتر. خود داری از مصرف کربوهیدرات های بعد همچنین باعث کاهش وزن می شود و از این طریق هم احتمال جوش زدن کاهش پیدا می کند. مورد پنجم، چیپس سیب زمینی شما را پیر می کند. چیپس خیلی خوشمزه است، بله، اما همانقدر هم برگ پوست ضرر دارد. بیشتر چیپس ها غرق در نمک هستند که برای التهابات پوستی بد است. همچنین از سیب زمینی درست شدند که کربوهیدرات بد است. این یعنی یک بسته چیپس بمبی است که پوست شما را منفجر خواهد کرد. ممنونم از اینکه با من همراه بودید.